زندگی زیباست. آفتاب زندگی زیباست با ترانه های دلنوازش. طلوع زندگی زیباست با خاطره هایش. و غروب زندگی زیباست با تلخی ها و درد هایش. آری زندگی زیباست اگر تو بخواهی. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زیبا اندیشان به زیبایی رسند. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یک شما هموطنان عزیز، شما خواهران، برادران و شما گلهای باغ زندگی که همگی در اعضای جمع خانواده تان شیشتن و بیننده برنامه روشنا هستین. خوش آمدید میگم به یک شما عزیزان و امید دارم که جور و سعدمند و پیروز و موفق باشین. و اما مولا علی علیه السلام فرمودن که پوشش و حجاب مایه آرامش و باعث دوام زیبایی زن میشه. چی جملات زیبایی. کمی تأمل کنیم نسبت به صحبت‌های تمام بزرگان نسبت به حجاب و پوشش. بله، ما تعابیر زیادی نسبت به حجاب داریم. میگن حجاب مسئولیت است نه محدودیت. میگن حجاب عزت است نه اسارت. اما بسیار خوش دارم ببینم که شما بیننده عزیز تعابیر شما چی هست. چقدر خوب است که با ما در ارتباط باشین. همیاله تعابیری که نسبت به حجاب میفهمین و اطلاع دارین برای ما ارسال کنین، برای ما رایی کنین. بسیار خوشحال میشیم و ببینیم که تعابیر شما نسبت به حجاب چی است. بسیار عالی. پس شما عزیزان همراه ما و برنامه روشنا همگام و همراه باشین تا آخرین لحظات. سلام، به نسخه های طلایی خوش آمدید. موضوع امروزمان حجاب. بشنو از چادر که در توصیف زن، تار و پودش با تو میگوید سخن. تار و پودم را شرافت تافته، تا شرافت را به اسمت بافته. در کلاس حفظ تقوا و شرف، دختران درند و چادر چون صدف. بهترین سرمایه زن چادر است، زان که زن را زینت زن چادر است. حفظ چادر در سرای اقتدار، دختران را هست تاج افتخار. حفظ چادر حفظ دین و مذهب است، شیوه زهرا و درس زینب است. بله، پس به درستی حجاب همچون صدفی گوهر وجود بانوان را در دل خود محفوظ می دارد و سدی در برابر نگاه نامحرمان است. در حقیقت حجاب محافظ برای زنان است. حجاب زیباست چون ارزش بانوان و دختران با حجاب و عفاف معنا پیدا می کند. هدیه ای که آنقدر گرانمایه است که خداوند چند آیه از قرآن و احادیث و روایات زیادی را به آن اختصاص داده است. آیه 59 سوره احزاب در رابطه با حجاب این چنین آمده است: ای پیامبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوشش های خود را بر خود فروتر گیرند. این برای آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند و خدا آمرزنده مهربان است. خب عزیزان بیننده، گفتیم که با ما در ارتباط باشین. مثبت 964-780-255-413 نمبر واتساپی ما هست. میتونین تعابیری که نسبت به حجاب دارین برای ما همیال ارسال کنین. علاوه بر اون میتونین انتقادات، پیشنهادات، سوالات و هر گپی که دارین با ما در جریان قرار بدین، برای ما ارسال کنین، هم به صورت وایس، هم به صورت پیام صوتی و همچنین به صورت پیام متنی میتونین برای ما ارسال کنین. بسیار خوشحال میشیم. و ما موضوع ما چالش های حجاب هست و سوالاتی که نسبت به چالش های حجاب و نسبت به حجاب هست از خواهر خوب ما خانم عالمی پرسان میکنیم. خانم عالمی امروز کارشناس برنامه روشنا هستن. خانم عالمی سلام و خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار و همه بینندگان محترم. بسیار خوش آمدین خانم معلمی. مباحث زیادی نسبت به حجاب و موضوعی که در رابطه با پوشش و حفظ حجاب هست صحبت‌های زیادی شده و به هر حال هفته پیش هم ما چند تا سوال در رابطه با چالش‌های حجاب داشتیم که از شما پرسان کردیم و امروز هم همچنان سوالاتی باقی هست که می‌خوایم که از شما بزرگوار پرسان کنیم. اولی سوال اینجا مطرح است که آیا حجاب مانع زیبایی زن هست؟ خب به هر حال این ادامه شام هست که مثلا میگن که خب خداوند زیباست و زیبایی ها رو دوست داره، پس چرا میخواین که به هر حال زنان با حفظ حجاب خودشان زیبایی های خودشان رو بپوشانن؟ قبل از اینکه وارد بحث خود هم بحث زیبایی و فلسفه حجاب برای پوشش زیبایی بشیم، میخوام یک مقدمه رو خدمت شما عرض کنم. اون یکی است که در جامعه هر آنچه که خوب هست یا بد هست، ارزش یا ضد ارزش باشه، رفتارهایی که درست هست یا نادرست، اینها تحت عنوان عرف در جامعه برای ما اینها عرف رو شکل میده، درسته که روی رفتارهای ما بسیار تأثیر دارن. عرف و البته در کنارش دین هم هست، یعنی شرع هست. شرع و عرف هر دو تقریبا میشه گفت حالا یک مسبب میشه که برخی رفتارها حالا یا ارزش تلقی بشن در جامعه یا ضد ارزش. ممکن است درستی یا نادرستی رفتارها را باز همین شرع و عرف تعیین میکنه، میسنجه، معیارش شرع و عرف هست. رفتارهایی که ممکن هست ناهنجار باشه یا هنجار باشه در جامعه، باز هم معیارش شرع و عرف هست در جامعه. مخلص کلامی طور هست که بگیم که شرع و عرف هر دو در رفتارهای افراد در جامعه، در منششون، در روش زندگیشون بسیار تأثیر داره. بله. حال ممکن هست این شرع و عرف خب یک جاهایی هستش که با هم دیگه اینها منطبق هستن که بسیار خب ممکن هست پسند، یعنی مورد پسند همه باشه. یه حالت آرمانشی هست که شرع و عرف با هم منطبق باشن. درست. اگر اینطور باشه مکمل هم باشن، حتی با هم تقابل نداشته باشن، یعنی در کنار یک دیگر و با هم دیگه یک حرف رو بزنن، زبانشون یک باشه، اینطور نباشه که در مقابل هم دیگه قرار بگیرن. اینطور میگیم شرع و عرف با هم دیگه منطبق هست و علل قاعده عمرات به خیر و خوشی میگذره و هیچ مشکلی پیش نمیایه. ما همینطور که بحث حجاب را خب مثال بزنیم، شاید در دو دهه قبل همین شکل بود در جوامع اسلامی، ما فقط جامعه خودمون رو مثال نمیزنیم، کلا در جوامع دنیای جهان اسلام اینطور بود که شرع اگه میگفت زن باید حجاب داشته باشه، مرد باید با این قاعده در جامعه حاضر بشه، عرف هم همون رو میپذیرفت، یعنی همون حرفش گپ شر رو عرف تأیید میکرد و با او مقابله نمیکرد. خب اینجا هیچ مشکل وجود نداشت، شر و عرف هر دو یک ارزشی به نام حجاب را میپذیرفتن. اما گاهی هسته که این شر و عرف مقابل یک دیگه قرار میگیرن. اینطوری طور هست که شر یک گپ رو میزنه و عرف یک حرف دیگه رو میزنه. در اینجا خب مشکل پیش میاد، این یک جوری هست دیگه، افراد جامعه دسته و گروه بندی میشن، یک عده به دنبال شرع میرن، یک عده به دنبال شرع. و اینطوری جدا کننده اینا کی هستن؟ خود انسان هستن؟ قطعا خود افراد هستن، چرا که عرف شرع اون قوانین و قواعدی هست که خداوند متعال یا در کتاب آسمان یا در گفتار بزرگان و یا معصومین در روایات حالا دست به دست شده و به ما رسیده. بله این دو تا کنار هم هستن، اما عرف ساخته و پرداخته و تفکر و تأمل بشری هست، یعنی مطابق با اون مصالحی که اجتماع داره، جهان داره. های عرف ممکن است از در طی سالیان دراز خب یه تغییر و تحول درش ایجاد بشه. خب این گاهی هست، پس میگم یک
مورد هست یه شهر و عرف مقابل یک دیگه قرار میگیرن و مردم دو دسته میشن، یک عده به دنبال عرف میرن و یک عده به دنبال شهر میروند. اینجا هست خب که ممکن هست حتی ممکن هست که ما در موارد را در جامعه ببینیم که عرف پیشی بگیره از شرع، یعنی شرع و دین به انزوا کشیده بشه، یعنی طرفداران خیلی کمتری رو داشته باشن، ولی عرف طرفداران و اون جمعیتی که به دنبالش هستن بیشتر بروند. مثال اینجا اگر بگوین خانم عالمی، مثالش عرف به حساب گپش بالاتر میشه از شرع، یعنی شرع کمتر در نظر میگیرن، ما هم مثال به عرف میپردازن. مثال واضحش هم بحث حجاب هست که الان ما در جهان میبینیم، یعنی در جهان اسلام، خب چون دغدغه ما جهان اسلام هست، چرا که بحث حجاب اختصاصا مربوط میشه به کشورهای اسلامی، به مردم مسلمان، و ما میبینیم که متاسفانه عرف به قدری مردم درگیر عرف و عمل به عادتهای خودشان شدن که شرع فراموش شده. اگر فراموش هم نشده، شرع شده یک نوع ناهنجاری در جامعه. یعنی ما فقط فراموش شدن که بدتر، ما در ما در جاهایی رو میبینیم که شاید یک، البته خب نسبی هست، ما در شاید برخی شهرهای بعضی کشورها اگه ببینیم، مثلا ممکن است یک پایتخت یک کشور، بطور یک کشور اسلامی هست، برخی شهرهایش خب مذهبی و دینی هست، خب مردم ممکن است این شهر عرف خیلی از هم فاصله نگرفته باشن، ولی برخی شهرها که پایتخت هست و مرکز تجاری و رفت و آمدهای بین المللی، اینها ما میبینیم که واقعا شهر و عرف چقدر اینا از هم دیگر فاصله گرفته، چقدر مردم او مباحث شرعی تا جایی با مسائل عرفی فاصله گرفته که مسائل شرعی، یعنی آمنان به شرع، خودشون هنجار شکن میشن. یعنی اگه شما یک خانم محجبه را در یک کشور اسلامی، در یک شهر اسلامی محجبه ببینی، با چادر ببینی، این به نوعی مثل یک خانم محجبه میشه که انگار در کشورهای اروپایی هست. یعنی اینقدر ناهنجاری به نظر میرسن. این هم فاصله عرف و شرع هست و ما میخوایم ببینیم او چه چیزی باعث شده که تا این حد، تا این حد فاصله در بحث حجاب، مردم از در بحث حجاب کدوم قسمت از اون چه عاملی باشه که اینقدر فاصله بگیرن، اینها به عرف پناه ببرن، این عرف رو بیشتر بپسندن تا شرع را. ما در این بحث حجاب تصور کنیم که یک سکه هست، یک طرف سکه بحث انسان هست، انسانی که خلق شده یک در یک دنیایی که خداوند خلق کرده و انسان در او خلق شده و او دنیا فراوان هست از جاذبه ها و زیبایی هایی که گرچه ممکن هست این جاذبه ها و زیبایی ها کاذب باشن، اما برای انسان جاذبه هست، یعنی او را به سمت او زیبایی ها میکشانه و این انسان هم خب در این دنیای پر از زرق و برق آفریده شده. در کنارش به این انسان در دو جنس خب آفریده شده، زن و مرد، زن و مردی که خب برای حفظ بقایش اینها مجبور هستن خب با هم دیگر به هم جذب بشن، به یکی از عوامل جذب اینها همین زیبایی های ظواهری هست. و در کنار خب این انسانی که آفریده شده در از جنس زن و مرد، خب اینها را یک ویژگی های هم خداوند متعال در اینها قرار داده، ویژگی از قبیل زیبا دوستی، کمالگرایی و اون حالت خودنمایی که خب در وجود هر انسانی ممکن وجود داشته باشه و این در زن بیشتر نمود پیدا میکنه. میبینیم که خداوند متعال خب زن را ظریف‌تر، زیبا پسندتر و حتی شاید بشه گفت که کمالگراتر آفریدن. یه خصوصیات در زن بیشتر از مرد هست. این یک طرف قضیه هست و طرف دیگر بحث استکری که گفتیم بحث شرع هست. این خداوند متعال از این طرف که انسان رو خلق کرده و در کنارش
شرع رو بر او عرضه کرده، درسته؟ شرع رو عرضه کرده اما او را اختیار داده به او، یعنی اجبار نکرده، لا اکراه فی الدین، یعنی او را اجبار نکرده که این شرع رو بپذیره، او را مختار قرار داده. درست. مختار قرار داده، ولی خب در کنار او خصوصیت هایی که ما گفتیم خداوند متعال در انسان قرار داده، این شرع رو هم قرار داده. ما گفتیم انسان رو خداوند زیبا دوست آفریده. حالا ما اختصاصی چون در مورد زن میخواییم صحبت کنیم و زیبایی هایی که میگیم حالا این حجاب مانع میشه، میخواییم خود زن رو اختصاصی مثال بزنیم. خداوند زن رو زیبا دوست آفریده و خودش هم گفته خب من زیبا هستم، زیبایی رو دوست دارم. یه حدیث از زبان امام صادق علیه السلام نقل شده که خداوند زیبا هست و زیبایی ها رو دوست داره. ولی چرا خب در کنارش یه قوانین رو گذاشته مثل حجاب بله. که مثل یک ریسمان دست پای او رو بسته و نمیتونه از این زیبایی ها استفاده کنه. درست. ما میخواییم بپرسیم که آیا تلقی ما از زیبایی چیست؟ یعنی آیا صرف ما وقتی میگیم خداوند زیبا هست و زیبایی ها رو دوست داره، صرف های زیبایی همین زیبایی ظاهری هست که خداوند متعال در انسان قرار داده، در ظواهر او، در جسم او، اون جاذبه های ظاهری و فیزیکی او هست؟ قطعا اینطور نیست. یعنی یک انسان اول شاید میشه گفت اولین پاسخ که میشه به این شبهه داد و شاید خیلی هم عرفانی باشه و در حد درک ما زیبایی های خود ذات خداوند هست. یعنی ما وقتی تصور کنیم که چه کسی ما رو آفریده، بله، چه کسی ما رو آفریده و مجذوب زیبایی های همون خالق بشیم، قطعا این زیبایی های ظاهری برای ما دیگه ارزشی نداره. این زیبایی های ظاهری که ما مثلا حالا چقدر درگیر هستیم به خاطر چشم هم چشمی ها، به خاطر سیال سیالگری هایی که وجود داره، حالا خدایی که نکرده در بین بانوان ما مثلا حالا زیادتر اگر وجود داشته باشه، به خاطر همین مسائل ها هست که بیشتر میپردازن و او زیبایی های ظواهر خودشان را کوشش میکنن که زیادتر گسترش بدن، اما از زیبایی های روحی و درونی دیگه قطعا همینطور هست. شاید بشه گفت که الان مشکل اصلی جامعه اسلامی هست که واقعا او رابطه اصلی که یک انسان با خداوند داره، او رابطه را خب شاید به درستی و به او شکل تجربه نکرده باشه که احساسات در او هست. این هم که قطعا این حرف خیلی سنگینی هست، یعنی گفتنش اینطور نیست که من حالا شاید بگم که در حدی من خودم هم حتی ممکن است اینو درک نکرده باشم، ولی یک واقعیتی هست که وجود داره. ولی خب انشالله که توفیق بشه و هر زن مسلمان، هر شخص مسلمانی بتونه اینو تجربه کنه. در کنار او خب زیبایی ها فقط زیبایی های ظاهری خود فرد نیست. حالا ما به خود فردم که رجوع کنیم، درست، بگذاریم از اینکه خداوند متعال زیبا هست و ما واقعا باید زیبایی خدا رو ببینیم، به خود انسان هم که رجوع کنیم، آیا صرف فقط زیبایی های ظاهری خود شخص هست؟ یعنی یک زن همون جاذبه حالا صحبت کردن هست، چهره هست یا هر چیزی دیگه، آیا این فقط همین زیبایی ها هست که وجود داره و او را میتونه ممتاز نگه داره؟ مسلم که نه، مسلم که اینطوره. چرا که این نگاه یک نگاه کاملا کمبین هست، این نگاه پستی هست. یعنی شاید که بخوایم یک زن رو بر اساس جاذبه ظاهرش آره بخوایم بر قضاوت کنیم، چرا که ما افرادی هستن که ممکن است از لحاظ های معنوی، از نظر صفات اخلاقی و فضائل بسیار در سطح ممتازی باشن، ولی زیبایی ظاهری آنچنان نداشته باشن. آیا واقعا ما میتونیم این یک واقعا یک قضاوت درستی هست در مورد او شخص؟ یا حتی با خودمون به خودمون مراجعه کنیم، در کنار او یه زنی که تصور میکنه که زیبا هست، آیا در کنار زیبایی ظاهری خودش زیبایی های دیگری هم داره یا نه؟ آیا او شخص شجاع، حالا ممکن است این معلومات ما شجاعت رو بیشتر برای مردان استفاده میکنیم، و یک شخص مهربان هست، با گذشت هست، و یک شخصی هست که بخشنده باشه، اینجور اخلاق، اینجور صفات اگر در یک شخص باشه یا حتی یک شخصیتی باشه که اهل مطالعه و علم باشه، حالا ما همیشه نمیگیم که
تمام غیر از ظواهر، چون همیشه گفتشته که او صفات اون بحث علمی یک شخص همیشه که خانم ها که نباید درجات علمی داشته باشن، هم یک خانمه که ممکن است در از لحاظ علمی در سطح بسیار ممکن است کمی قرار داشته باشه، ولی او یک شخصی باشه که بسیار مهربان باشه، با گذشت باشه. هر همیشه وقتی که از زن یاد میشه و زیبایی زن یاد میشه، همه مثلا به ظواهر فقط فکر میکنن، دیگه به درون و به شخصیت زیبایی یک زن دیگه حساس نمی باشن، دقیق نمی باشن. چرا که زنها رو ما در جامعه متاسفانه به دو دسته تقسیم کردیم. زنان بسیار موفقی که از لحاظ تحصیلات و کار و فعالیت اجتماعی، به لحاظ موقعیت اجتماعی موفق بودن، حالا به چهرهش نگاه نمی‌کنیم چون شخص خیلی موفقی هست. موفق هست. تحصیلاتی که داره. حالا این خانم هم هست که حالا در کشورهای خب غربی بسیار هم تبلیغ میشه این فستیوال هایی که برای زیبایی های ملکه زیبایی گذاشته میشه، یا زنان رو به اون شکل تبلیغ میکنن بله. یا به این شکل تبلیغ میکنن به لحاظ ظاهری، اما اون چه که ما میبینیم واقعا یک از زیبایی های درونی انسان هست. همین صفات شجاعت، فداکاری، ایثار، گذشت، ولی کلا میگیم که شخصیت زیبایی داشته باشن، شخصیت زیبایی داشته باشن، اینها واقعا مغفول ماندن. یعنی ما شاید یک زنی را که بسیار فداکار باشه هیچ وقت به چشم نبینیم، یا حتی خودش هم خودش را به چشم نبینه، او شخصیت خودش دقیقا. چون در جامعه خب اینطور شده که باید زن حتما به یک شکل خاصی دیده بشه، این دیده شدن برای یک زن به او شکل همیشه مطرح بوده، گرچه خب باید زنان ما مطابق با اون اصول و قواعدی که اسلام برای او خط مشیه یا خط قرمزایی که خداوند متعال در قانون و اسلام برای یک زن قرار داده باید در جامعه حضور داشته باشه، یا تا جایی که امکان داره از نعمتهایی که خداوند برای زن هم قرار داده استعدادهای خودش رو شکوفا کنه. اما ممکن هست این برای هر زن میسر نباشه، این هر زن اینطور نباشه که حتما در جامعه باشه، حتما یک موفقیت را کسب کرده باشه، یک شاخصه‌ای داشته باشه، ولی این همین صفات اخلاقی همینا خودش میتونه ملاک ارزشمندی یک شخص باشه. ما اینها را فراموش کردیم و متاسفانه اون چیزی که فکر میکنیم که باید زن زیبایی های خودش را عرضه کنه فقط زیبایی های ظاهری هست، گرچه همو هم از نظر اسلام و اینطور نیست که منع شده باشه. این اسلام نگفته که زن حق نداره که زیبایی های خودش را عرضه کنه. یک مطمئنم یک تمایلات درونی هر زنی هست که زیبایی خودش را عرضه کنه. اینطور نیست که باید حتما بگیم که این زن همیشه پوشیده باشه، همیشه باید این زیبایی خودش را بپوشونه. اما در چه محیطی؟ آیا در سطح جامعه یک زن باید زیبایی خودش را عرضه کنه؟ به چه قیمتی؟ آیا او زیبایی خودش عرضه کنه که مورد قضاوت مردان قرار بگیرن؟ بله بله. که مردان بگن چه خانم زیبایی؟ این مورد قضاوت قرار گرفتن زن از لحاظ زیبایی او برای او واقعا یک شخصیت و ارزش میاره؟ قطعا اینطوری نیست. بله. یک زنی که زیبایی های خودش رو در جامعه عرضه میکنه برای افراد دیگه، در اصل به افراد دیگه اجازه میده که اونها لذت ببرن، نه خودش. بله، خودش ارزانی میکنه. خودش ارزانی میکنه و قطعا این برای روح یک زن اصلا مناسب نیست. برای یک زن همیشه این روحیات نیست. یک زن سازگار نیست. سازگار نیست. بسیار وقتا زنها شاید مثلا حالا از روی اجبار یا اینکه مثلا در محل کار و وظیفش مثلا وقتی میره باعث میشه مثلا خودش یکم که آرایش های انجام بده که ظواهر خودش رو درست کنه، وقتی که میره خود روحیه از او صدمه میبینه، چون به روحیه یک زن سازگار نیست که خودش رو بخواد ارزانی کنه. بله، ما یک بحث که در جامعه ظاهر بشه بحث آراستگی داریم، بحث پاکیزگی داریم در اسلام و بسیار هم توصیه شده. بله. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همواره توصیه میکردن به این که
وقتی در خانواده غیر از خانواده در جامعه ظاهر میشدن، ایشان همیشه زیباترین و تمیزترین و پاکیزترین لباس های خودشان را میپوشیدن و به خودشان عطر میزدن. البته این خب برای خانم ها یک سری محدود هایی داره، ولی قطعا اینطور نگفته که پیامبر همین خودشان در جامعه اینقدر پاکیزه و آرست و آراسته ظاهر می شدن. یه خودش یک الگو هست برای که ما او آرستگی و پاکیزگی و تا یک حد و حدودی را خب باید داشته باشیم در جامعه. این حالت شلختگی که ممکن است با لباس های بسیار مندرس و چروک و نشسته و اینها ظاهر بشیم در یک موقعیت اجتماعی قطعا مورد پذیرش هیچ قرار نمیگیره، هیچ شخصیت قرار نمیگیره، ولی این طور نیست که خب اینها بر این زیبایی ها رو فقط صرف در این بتونن که خودشون رو زینت کنن. یک زن میتونه با آراستگی و اون متانت خودش در جامعه حضور داشته باشه و به فعالیت بپردازه، بسیار هم مورد احترام جامعه هم قرار بگیرن. دقیقاً. و... خانم عالمی، حالا که از الگو گفتین شما، امروز روز رحلت حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها هم هست، خواستیم که یک تسلیت هم عرض کنیم خدمت بیننده های عزیز ما و همین که صحبت های ما رو هم گرایش بدیم به سمت الگوی همچون حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها برای دختران عزیز ما. ما الگوهای زیادی داریم، چون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله و حضرت بیبی معصومه که به هر حال حفظ حجاب و پوشش و ای که چه قسم اینا زندگی کردن در مسائل های زندگی و با وجود چقدر مشکلاتی که داشتن، ولی باز هم چقدر زیبا زندگی کردن و چقدر او زیبایی های شخصیت های درونی خودشان را چه قسم حفظ کردن با وجود سختی ها و مشکلاتی که در عصر خودشان داشتن. حالا ما صحبت های خود ما را هم بر اساس الگویی از حضرت بیبی معصومه میخوایم بیان کنیم برای عزیزان و بیننده ما. قطعا همینطور بوده و شد. یکی از چیزهایی که به اشتباه بین مردم شاید رایج شده باشه این هست که تصور میکنن که افرادی که نظیر ائمه خاندان امامان معصوم علیه السلام، اینها مثل نظیر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت معصومه، افرادی بودن که شاید هیچ وقت به زینت توجه نمی کردن، این زیبایی برای اونها اهمیت نداشتن، یعنی زینت درونیشان آنقدر زیاد بود که دیگه نیاز به زینت ظاهری نداشت. در اجتماع دقیقا همینطور است، اینها زینت درونیشان همینطور که شما فرمین کاملا صحیح هست. این حضرت فاطمه زهرا وقتی به او شخصیت والاشون نگاه میکنیم، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها وقتی نگاه میکنیم که چه شخصیت های والایی داشتن، اینها در اجتماع بسیار درخشیدن، یعنی درخشیدن همین ما وقتی نگاه میکنیم یک زن مسلمان میخواد در جامعه بدرخشه، به چه شکل بدرخشه؟ میتونه اینطوری بدرخشه در جامعه، اما اون که بخواد زیبایی های ظاهری خودش رو نمایان کنه، برای اون هم اسلام یک جایگاهی رو در نظر گرفته. اینطور نیست که بگه زن به هیچ عنوان مجاز نیست که زیبایی خودش رو عرضه کنه، اما اونها رو در کجا باید عرضه کنه؟ در خانواده خودش، در بین محارم خودش، برای همسر خودش، برای خانواده خودش، برای دوستان محارم خودش. اینها میتونه زن مجاز هست که به زیباترین شکل ظاهر بشه. ما خب همیشه تصور میکنیم که خب یک خانم محجبه را که میبینیم فکر میکنیم همیشه خوبی، همینطور بسته از سر صورتش و هیچ نمیتونه از زندگیش هیچ لذتی نمیبره، در صورتی که نیست. او زیبایی های خودش را نگه داشته، محدود کرده و مختص کرده به یک جامعه کوچکتر و سالمتر و امتری. بله. به نام خانواده و دوستان و محارم. بله. چرا که در اونجا میتونه زن به زینت بپردازه، خودش را زیبا کنه و زیبایی خودش را عرضه کنه. ما یکی از متاسفانه یکی از مشکلاتی که الان جامعه ما داره چی هست؟ همین که دختران جوان و نوجوان ما که وقتی به سن تکلیف میرسن و کم کم به سن نوجوانی و جوانی، اینها میبینیم که خیلی به خودنمایی و تبرج و اون ظاهر شدن و جاذبه های نشاندانه های جاذبه های ظاهری خودشون خیلی توجه میکنن و متاسفانه این در خانواده های مذهبی هم دیده میشن. اینطور نیست که بگیم فقط در خانواده هایی هست که پدر مادر اونها توجه ندن، آره آزاد هستن توجه میکنن، ولی ما حتی در خانواده های مذهبی میبینیم که
نوجوانان و جوانان به همین سمت گرایش پیدا میکنن و اینها متاسفانه برای که برایشان او مفهوم ظاهر کردن زیبایی به اون شکلی که در اسلام گفته شده برای اینها تفهیم نشده. خب میتونیم بگیم که حتی یک کمک مقصر جامعه میتونه باشه، چون وقتی که این محیط خانه خودم مثلا میبینه متفاوت است، ولی وقتی که در جامعه میره، در صنف در مکتب میره، میبینه که دخترای همسنفی همسن و سالش او رقمی که در محیط خانه پرورش یافته نیست، خب یک کمک تاثیر میکنه سرش دیگه به هر حال، درست است؟ یک کم آره، ولی اونطور نه اونطوری که این دختر وقتی که به سن 17 18 حالا 19 سالگی میرسه و از اون محیط خانه و مدارسی که همه صرف فقط جنس دختر بوده به یک محیط باسر جامعه یا حتی پوهنتون که میره، خب جنس مخالفش رو در رو میشه، به یک بار خودش رو ببازه و احساس کمبود اعتماد به نفس کنه و شروع کنه به نمایان کردن اون جاذبه های ظاهری خودش. اینها برمیگرده ریشه در همون تربیت کودکی داره که ما در خانواده هایمون، خانواده های شاد اگه دقت کنیم، خانواده های شاد خیلی کم داریم. اینها کسانی هستن که فرزندان ما، دختران معمولا در خانواده محیط شاد و زیبا و جذاب رو تجربه نکردن، چون در محیط های شاد و زیبا و جذاب اینها رشد نیافتن، وقتی به محیط بیرون وارد میشن اونجا براشون جاذبه داره، جذابیت داره، اینکه خودش رو عرضه کنه باید دیده بی. این حالت دیده شدن، درست این دیده شدن یک خصلتی هست که تقریبا میشه گفت در همه دختران و نوجوان و جوان وجود داره. این دیده شدن در داخل خانه، در داخل خانه یک انجام میشه، یک محیط براشون فراهم شده که دیده بشه اینها، دیده بشن. درست. ما میبینیم وقتی که یک مراسمی میشه، یک عروسی میشه، چطور خانواده ها هم از مادر گرفته تا دختر همه بله. خب اینا حل میکنن که حالا ما چه لباسی بپوشیم، به چه شکل ظاهر بشیم، چقدر برایشون مهم هستن. درسته. همین رفتارها باعث میشه که ناخودآگاه خب فرزندان ما وقتی بیرون از شما برن همین تصور داشته باشن. چرا او حالت رو نباید در خانه خودشون داشته باشن که فقط صرف در رفتن به مهمانی ها و عروسی ها و مجالس اینا همیشه باید به خودشان رسیدگی کنن. و وقتی بیرون از در محیط جامعه قرار میگیرم میگه خب این محیط غیر از خانه است، خب ما باید اینجا چون افراد دیگه غیر از خانواده ما هستن ما باید به شکل دیگه ظاهر بشیم. اینها در اینا نهادی نشده متاسفانه. و اگر ما دختران خودمون رو از همون کودکی زیبایی هایش رو در خانه به او این فرصت رو به او بدیم که زیبایی های خودش رو نشان بده، عرضه کنه بر پدر و مادر خودش، یک طفل زیبایی خودش رو عرضه کنه. وقتی نوجوان میشه در محیط دوستان، در محیطی کنترل شده هستش، در بین اقوام و فامیل، در بین محارم به صورت به شکل کنترل شده و هدایت شده اینها زیبایی های خودشان عرضه کنن، قطعا وقتی وارد اجتماع میشن اینا دچار یک شوکی نمیشن که اینها باید حتما زیبایی های خودشان رو نشون بدن برای که دیده بشن و مورد توجه دیگران قرار بگیرن. چون یکی از علت هایی که خوبی افراد خودشان را بر دیگران عرضه میکنن، آرایش میکنن، حجاب ندارن، ممکن است خب یکی از علتاش همین باشه که خب دیده بشن. یعنی ما خیلی زیاد شنیدم از نوجوانای اطراف این که خب ما دیده نمیشیم اگر حجاب داشته باشیم، اگر سر به زیر باشیم، اگر چادر بپوشیم، اگر آرایش نکنیم، خب کسی به ما نگاه نمیکنه، دیده نمیشیم. خب همین بحث نگاه کردن و دیده شدن دقیقا به چه شکل هست؟ آیا او دختر و پسر، دختری که میخواد در جامعه دیده بشه قرار است چه شکلی، به چه شکل دیده بشه؟ یعنی او کسی که او رو نگاه میکنه به چه شکل میخواد نگاه کنه؟ خب چون در داخل خانه دیده نشده، او خودش در داخل خانه دیده نشده، مادر نگفته چی دختر زیبایی، یا پدر مثلا تحسین نکرده که به به چقدر تو مقبول هستی، چقدر تو زیباستی، چه رختای مقبولی یا چه موهای زیبایی. به این طریق وقتی او دیده شده در داخل خانه دیگه نیاز نداره که در بیرون کسی رو تحسین کنه. و متاسفانه او کسی هم که در بیرون او رو تحسین میکنه اون قطعا به خاطر اون هوس های درونی خودش هست، نه به خاطر اینکه بخواد او دختر جوان رو بخواد تحسین کنه برای اینکه او روحیش بالا بره، او قطعا به خاطر هوس های خودش داره رو ممکن است تحسین کنه و اون لذت زودگذری که حالا هم از همون لحظه نصیبش میشه. و متاسفانه این در جامعه خیلی
زیاد هست. ما در اطراف این خودمون خب زیاد میبینم، همین که توی برنامه‌هایی که الان در مورد حجاب گفته شده، خب دختر نوجوان زیاده و مایر گفته که خب ما دوست داریم که در جامعه دیده بشیم. بله. اگر حجاب داشته باشیم، خب من چادری که سر میکنم در محیط دانشگاه، خب کسی به من توجه نمیکنه. ولی واقعا نگاه او، از نگاه واقعی او نامحرم یا مردی که در دانشگاه هست، خب او آگاه نیست، به خاطر او نپختگی، بالاخره نپخته هست، تجربه نداره. بله. در خانواده کمتر به او توجه شده. ولی نمیدونه که واقعا اون مردی که به یک زنی که حجاب نداره نگاه میکنه، نگاهش از چه جور نگاه هست؟ نگاهی یک نگاه هوس آلود هست یا نه یک نگاه خریدارانه هست؟ این خیلی متفاوت هست. ما خیلی از کسایی که میبینیم که ممکن است مثلا مردان پسرانی هستن که خب شاید اینها ظاهر درستی در جامعه نباشن، نداشته باشن، و حتی ممکن است با دخترانی هم دوست باشن، ولی خب با اونها مثلا حالا این رابطه که بین دختر و پسر هست اینها داشته باشن. بله. ولی اینها همین مردان، همین پسران قطعا از دختران محجبه و به طور بشه گفت که عفیف بیشتر خوششان میاد، توجه میکنن. بسیار عالی. وقت برنامه خلاص شد خانم عالمی، تشکر میکنیم از صحبت هایتان. به هر حال فکر میکنم که امروز آخرین موضوعی بود در رابطه با چالش های حجاب. سپاسگزاری میکنیم از شما و از صحبت های شما. امروز به هر حال یک جنبندی در مورد حجاب هم داشتیم. حالا خب با وجود در ضمن خلال سوالی که از شما پرسان کرده بودیم، تشکر و سپاسگزار از حضور گرم همه شما عزیزان بیننده که تا این لحظه همراه ما بودین. امیدوار هستم که در روزهای آینده همچنان بیننده برنامه باشین. از آن به وقت کابل هم نزدیک هست، امیدوار هستیم که از این لحظات ملکوتی به خوبی استفاده ببریم و خودمان را به خدای خوب خودمان نزدیکتر کنیم. التماس دعا و از حضور همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار نگهدار همه شما.